سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین باز هم شاد و سلامت باشین. با قسمت دوم از ترم دوم آموزش گیتار و پاپ در خدمتتون هستم. قسمت قبل ریتم 4/4 استوراک رو یاد گرفتیم، امیدوارم که خوب تمرین کرده باشین، خوب یاد گرفته باشین و دستتون راه افتاده باشه. این قسمت ویدئوش کوتاهه به خاطر اینکه یه ریتم نسبتا ساده رو میخوام بهتون یاد بدم. توی این ریتم نسبتا ساده رو که یاد گرفتین، قسمت بعدی یک مقدار آکوردهای جدید رو میخوام اضافه بکنم و یک ریتمی که بیشتر مورد کاربرد قرار میگیره و بیشتر آهنگای پاپ خودمون، پاپ خارجی از اون ریتم استفاده میکنه رو توی قسمت قبل میخوام بعد بهتون میخوام یاد بدم. پس توی این قسمت ما ریتم 6/8 شاد رو استفاده میکنیم، بهتون یاد میدم در از همون ریتم 6/8 و 4/4 که با هم دیگه ترکیب شده و یک ریتم دیگه ای رو به وجود آورده که بهش میگیم 6/8 شاد. برای همین باز هم با همون آکورد ها باز من تاکید میکنم یک هفته رو هر ریتم وقت بذارین و کار بکنین تا دستتون کاملا راه بیفته. همون آکورد هایی که یاد گرفتین و به ترتیب ریتم 6/8 سنگین، 4/4 اسلوراک که بهتون یاد دادم و این جلسه ریتم 6/8 شاد رو تمرین کنین، کار بکنین تا دستتون راه بیفته. هر موقع دستتون راه افتاد سراغ ریتم بعدی که ریتم 4/4 رومبا هست و آکورد های جدید بریم، به خاطر اینکه آکورد ها یک مقدار پیچیده تر قراره بشه و ممکنه که براتون سخت باشه. بریم سراغ اصل مطلب. شما ریتم 6/8 سنگین رو بلدین، ریتم 4/4 هم یاد گرفتین استوراکشو و حالا امروز قراره که ریتم 6/8 شاد رو یاد بگیریم به این صورت. کاملا مثل ریتم 4/4 میونه، فقط یه مقدار سرعتش تندتر شد و یه تکنیک کوچولو داره. اون هم اینه که شما ریتم رو به این صورت شروع میکنیم، یعنی به این صورت که یه دور این همون 4/4 رو میرین برمیگردین، فقط یه مقدار سرعتش رو اینجا بیشتر میکنیم موقعی که میخواین خفو بزنین، در صورت که ریتم 4/4 اینجوری بود. اما توی ریتم 6/8 شاد همونجور که توی قسمت قبل هم خدمتتون گفتم سعی میکنین با گوشه دستتون تمامی سیم ها رو بگیرین، حالا یا با پیک اگه دارین میزنین، با پیک اگه با دست میزنین، که با دست زدن هم حالا شیوه های مختلفی داره که اشاره تو ویدیوهای بعدی خدمتتون توضیح میدم، اما حواستون باشه با این بغل دست رو سیم ها میگیرین و انگوش میاد پایین، پیک میاد پایین تا اون صدای حالت خف به وجود بیاد. من یک بار دیگه این ریتم رو به صورت آروم براتون اجرا میکنم تا بیشتر یاد بگیرینش. خیلی باشه باش تومدش میکنیم. اما یادتون باشه آکوردها رو هم عوض بکنیم. انشاءالله جلسات بعد آکوردهای دیگه که یاد بگیرین آهنگهای بهتری هم میتونیم باش بزنیم به این صورت. این ویدئو رو هم یاد بگیرین، باز هم تاکید میکنم این ریتم ها رو همه رو بزنین، آکورد ها رو همه رو بزنین، هفته به هفته تمرین بکنین تا بتونین آماده باشین برای اینکه جلسه بعد انشالله با هم یه آهنگ بزنیم و بخونیم. ممنونم ازتون، ممنونم از اینکه این ویدئو رو تماشا میکنین. باز هم تاکید میکنم یارتون نره ویو های شما، بازدید های شما، لایک های شما، کامنت های شما، اشتراک گذاشتن های شما تنها دلیلی میشه که من بتونم این ویدیوها رو ضبط کنم، ادامه بدم و برای شما بذارم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و مورد پسندتون واقع شده باشه. ممنونم از اینکه ویدیوهای منو نگاه میکنین. خدا نگهدار.